صبح بخیر، خوش اومدی. سلامت باشی. مامان، آقا کاظم که طوریش نشده نه؟ کاظم خان بنده مورد علاقه خداست. دکترا توی یه چشم به هم زدن، فوری اومدن و معاینش کردن. امشب باید تو بیمارستان بمونه. دارم مدام برای سلامتیش دعا میکنم، با هر نفسم دعا میکنم. هنوز کار ما با کاظم خان تموم نشده. چه کاریو منظورته؟ زیادی حرف نزن، را بیفت بیا ببینم. جادوگر اومده. چند دست لباس گرم برای کاظم خان میبرم بیمارستان. بعد باید اتاق آقای یاووز رو با هم دیگه آماده کنیم. من و تو با هم دیگه. منظورت از اتاق آقای یاووز چیه مامان؟ اون اینجا اتاق نداره، خودش خونه داره. آقای یاووز داره برمیگرده، باباش دستور داده. خونه خودش خیلی... چی؟ تو چی گفتی ها؟ آخه من شنیدم خودش خونه داره مامان. گفتی میخواد برگرده، تعجب کردم. باشه مامان جون، تو اتاق آقا کاظم رو چیز کن، من دستامو بشورم، زود میام کمکت. چی گفتی؟ یعنی چی؟ رفته خونه ی طرفم دیده؟ آره؟ اینجا چه خبره؟ نه بابا، امکان نداره، نمیشه، نه اجه دختر منه، نه از این کارا نمی کنه، نه. کجا بودیم جادوگر دروغگو؟ ببینیم اینجا چیزی پیدا میشه یا نه. کاظم خان، باید بفهمم کدومشون پسر کریم از کدومشون. تو به چه حقی سرتو میندازی میای تو؟ پیش خودت چی فکر کردی ها؟ چی شد؟ ترسیدی؟ میبینی که تو ویلایی، تو همون ویلایی که خیلی برات هم. حالا همه چیو بهم بگو. از جون نامزد من چی میخوای بگو؟ اینجا سر گردنه نیست، پشیمون میشی. تو هنوز متوجه جدیت قضیه نیستی نه؟ تو خیال کردی خیلی مهمی؟ مهم نیستی. چی؟ آخه عزیزم، چه زود کلکسیون دختر رو یادت رفت. من که همه رو دونه دونه واسه تعریف کردم، ولی یه چیزی رو یادم رفت بگم. یادم رفت بگم که آخرش چه برای سر تک تکشون اومد. تو دیوونه ای. یکی از اونا دیوونه شده بود. باورت میشه؟ پشت رو یکی یکی انداخت بالا، یهو دید وسط تیمارستانه. آخه خوشگلم. تو مدیر انتخابیشون بودی نه؟ همین الان یادم اومد، یکی از اون دخترها خیلی خوشگل بود، صورتش این عروسک بود. بعد از چند وقت توی تصادف کوچیک یهو دماغش از دست داد. هفته پیش برای سومین بار عمل کرد. آه خیلی دلم واسش سوخت بیچاره. چطوری کردی؟ آه من نکردم. به نظرت من میتونم؟ من دستم آلوده میکنم؟ کارو سپردم به کسای دیگه، ولی تو فرق میکنی. برای همینم خودم میخوام به سزای کارات برسونمت. چی میخوای بهش بگی؟ این بار چجوری میخوای نجات پیدا کنی؟ ها؟ حوصله‌مو سر بردی. یکم مهمونیمونو هیجان انگیز کنی. ببینم تو اتاق چیا داری. بدبخت، اتاقشو ببین. آی بی کلاس.
پوستر یه زیش مال تو هن نه؟ باز شد های دیوونه یه روانی. پس روی این تخت میخوابی و به عشقم فکر میکنی؟ حتما تو خوابم میبینیش. رو بالشتیشو ببین که صفت چندش. او اینو ببین جاله. اینجا رو ببین، ببین چی پیدا کردم. به نظرت وقتی اینو دیدم کی یادم اومد؟ داری چی کار میکنی؟ ول کن. این بازی با سینان شروع شد، با سینانم تموم میشه. زود بیا خونه ما فوری. سینا تو برو سراغ سلین، من میرم به عمه بگم. بودو اونی که با دروغ میخوای عصر رو به درش کنی نامزد منه. نامزدم. پس که نامزدی. مامان یاسین چی گفته بود؟ قرار مدار علکی. اگه واقعا نامزد داری بهتره بهش خیانت نکنی خانوم. ببینم تو چی میگی؟ ماسک تو میگم. البته افتاده، میدونم چی کاری. تو چیو میخوای برسونی؟ واضح حرف بزن. مثل این که مزاحم شدم. آه کدوم مزاحمت؟ دختر فضیلت خانم اومد کاراشو کرد و الانم داشت میرفت از اینجا. اگه بابات مریض نبود حالتو بد جور میگرفتم. این چی داره میگه؟ واسه بابام چه اتفاقی افتاده؟ آروم باش سلی. حاضر شو با هم میریم بیمارستان. بیمارستان واسه چی؟ خیر نیست، هیچی نیست. کاظم خان که نمیاد مثل کریمه بیچاره زیر دوشکش قایم کنه. گاف صندوق داره. ببین چجوری باز میشه حالا. پدرتون از آنژیو اومد بیرون، یکم دیگه میاریمش تو اتاقش آقای یابوس. دکتر در مورد جزئیاتش بهتون توضیح میده. باشه، خیلی ممنونم. راستی یه سوال نسبتاً بی ربط دارم. تو اون اتاق 3108 کی بسته؟ پدرتون به اون مریض رسیدگی میکردن، همون مریضیه که راننده پدرتون با ماشین زده بهش. مطمئنی؟ بله قربان، کاظم خان لحظه به لحظه وضعیت بیمار رو دنبال میکنن. خیلی ممنون. برشی زنه رو پنهانش کردی؟ خب کیف وسایل کاظم خانو برای بیمارستان آماده کردم. خب کارم تموم شد. نمیفهمم آخه چی شد یه هایی. زود بریم ها، بریم بابا رو ببینیم. برو پایین منتظر شو، من الان میام. درست به موقع. اوه دیگه داشتم کلافه می شدم. منو ببین، گوشی رو میذارم دم گوشت. دست دست پا خطا نکن. بهش میگی بیاد اینجا. شنیدی چی گفتم؟ خزان حالت خوبه؟ سینان خواب بودی؟ خزان صدامو میشنوی؟ سینان خزان صدات خیلی بد میاد، حالت خوبه؟ به من زنگ زدی ولی بابام یه مشکل. نه یا اینجا، نه یا تلس. خزان، خزان بس میخوایی هیجانش رو زیاد کنی؟ آره باشه،
میخواستی بدونی هدیه چیه نه؟ ببین اینجا چی داریم؟ خدا ازت نگذره، اونجا چه خبره؟ سورپرایز. ما واقعا منتظر چی هستیم؟ میخوام تا بابام به هوش اومد پیشش باشم. بیشتر از این معطل نکنین، سینان بعدن میاد. براتون دعا میکنم، اینجا میمونیم تا شما با خبره خوب برگردید. فضیلت خانم بی زحمت تو خونه منتظر باشین، همونطور که میبینین اینجا هیچ خبری نیست. هرچی شما دستور بدین. سینان زود باش، به هوش اومد به منم خبر بدین. داداش من باید برم یه جایی، شما برین، خودم بعدم میام. باش. فردا باید بیام برای کار. اگه بدونی زنه از این که من برگشتم چقدر ناراحت شده بود. تهمتی که به دخترم زده بودنم برملا شد. معلوم بود که باید برم میگردوندن. دیدی در مورد خواهرت یک کلمه حرف زدن ها؟ نزدن. فضیلت خانم بفهمین. آقا سینا کجا داریم میری؟ خونه، میریم خونمون. چیزه، باید یه سری از لوازممو از خونه یاووز بردارم. اگه شما رو با راننده بفرستم میتونین بریم بیارینشون ویلا؟ امکانش هست؟ بله، چرا نشه، خوبم میشه. من برم خونه. میریم عزیزم، میریم. راننده ما رو میرسونه خونمون دیگه، مگه نه؟ ها؟ بله البته که میرسونه. رضا بفرمایین. آقا سینا فضیلت خانم اینا رو ببر خونه یاووز. باشه. نه یا اینجا یعنی چی؟ همش تلس یعنی چی؟ مامان میشه من نیام؟ میخوام برم خونه. چه عجله داری که بخوای بری خونه؟ خونه هم میری. مگه بعد بریم خونه آقا یاووز رو ببینیم ها؟ حال و هوامون هم عوض میشه. یاووز میخواستم جوی حالشون بشم. آقای دکتر یکم دیگه میان، میتونین ازشون بپرسین. من قبلا این خانم رو کجا دیدم؟ باید یکم استراحت کنین، بعد میان فشار خونتون رو چک میکنن. خیلی ممنونم. سلام کاظم خان، الان به آقای یاووز خبر میدم. پسرم کجاست؟ رفتن بیماری رو که تصادف کرده بودن ببینن. چی گفتین؟ کاظم خان چی کار میکنین؟ بلند نشین لطفا، سرتون گیج میره. توی آروم باشین، من الان به دکتر خبر میدم. توی متوجه نمیشم. من پسرم ببینم اینه. حرف بزن.
روز بخیر. روز بخیر. ما اومدیم چیز واحد خونش چند بود دخترم هان؟ البته اینا از رو اس پیدا میکنن خودشون. اومدین منزل آقا یاووز؟ خب بله درست حد زدین، اومدین منزل آقا یاووز. باشه بفرمایید. از این طرف. فشارش خیلی پایینه. سری منتقلش کنین آی سی او. کاظم خان، خیلی خودتون رو خسته کردین. باید منتقلتون کنیم به اتاقتون. پسرم. دارم میام بابا. آقای محترم، آقای محترم، شما پسر کاظم خان هستین؟ نه نه، من گدا نیستم. اونی که تصادف کرده برادر شماست دیگه، درسته؟ بله. چند سال تفاوت سنی دارید؟ یاووز. آقای یاووز، پدرتون صداتون میکنه. جواب بده دیگه خزان، جواب بده. یاووز بیا پسرم. حالت چطوره بابا؟ خوبم بابا. چیزه اون خانم کیه؟ خزان ببین کی اومده. خزان سینان نیا اینجا، برو پلیس خبر کن. سینان این تله گذاشته. سینان نیا اینجا. خزان سینان دهانه تو ببند. خزان چی شده؟ سینان مواظب باش. سینان اونو بذار کنار.
امروز اینجا همه چی تموم میشه، همه چی. نه، انگار خانمه تو رو میشناخت. بد شد، خیلی بد شد. بی خودی زنه رو هیجان زده کردیم. احتمالاً روز تصادف منو دیده به خاطر اونه. خیلی ناراحت شدم. شما هم خیلی هیجان زده شده. به محض اینکه از آنجی اومدی بیرون با عجله اومدی تو اتاق خانمه. سراغ تو رو گرفتم. وقتی گفتن اونجایی، منم فوری، یعنی نمیدونم، فکرم خیلی خیلی به هم ریخته. تو باهاش حرف زدی؟ ها؟ چیزی بهت نگفت؟ انگار میپرسی تو اونی یا نه؟ بیارم. بابا خوبی؟ حالم خوبه، چیزی نیست. فکر کنم زنه رو یادم میاد بابا. شبی که سینان تصادف کرده بود، ما بیرون بیمارستان وایستده بودیم. اون خانم منو صدا زد، فکر کردم که گداست. اون روزم پرسید که تو. خدا رو شکر عزیزم، خدا رو شکر. بابا جون خیلی ترسیدیم. من برم یکم هوا بخورم. چی ازم مخفی میکنی بابا؟ چی هم مخفی میکنی؟ پسندیدی؟ ولی من باید تو تنت ببینم نظر بدم. آفستی گوکانم، شب تا صبح بیمارستانه. چشمه خودت ببینی، ولی تو خواب میبینی. حفظی چه شرایط بد و سختیه، نه؟ درست جلوی رومی، ولی حال نداری حتی فندک رو ازم بگیری. نیل، نیل بذارش کنار. درست این من شدی، مثل من درمونده. ببین، بذار با هم حرف بزنیم. ستایی، فکر کنم خیلی فیلمای آمریکایی دیدی. قهرمان اینجور وقت چی کار میکرد؟
برای نجات دادن عشقش نقش منفی و گول میزد. بعد چی میشد؟ یه لحظه صبر کن، خودم میگه. واسه آروم کردن نقش منفی وانمود میکرد عاشقش، نه؟ اگه جیمز بان بودی این کارو میکرد، ولی نقش منفی قصه ما همه ی فیلم های هالیوود و حبسه. پس خونه آقا یاووز اینجاست. تا حالا تو عمرم همچی خونه ای ندیدم. این پنجره ها چرا اینجوری هن؟ هرچی تمیز کنی تموم نمیشن. مامان قراره هرچی برداریم برداریم زود بریم. آره دخترم، آقای رانندم زیاد معطل نکنیم بهتره. برو پیژامو و زیر پیرن عرق گیر، این چیز از اتاق آقا یاووز بردار و بذار تو کیفش رو بیار برام. باشه. ببینم تو داری کجا میری ها؟ خیر باشه. از کجا میدونی که اتاقش بالاست؟ نمیدونم. اگه نمیدونی برای چی داری میری بالا؟ نمیدونم، حد زدم. یعنی معمولا باید بالا باشه دیگه، نه؟ احتمالا. خب بهش بگو، بگو اون شب اومدم اینجا موندم. نه، نمیشه گفت. نباید به مامان چیزی بگم. برو بگرد، کسی حرفی نمیزنه. هر چقدر دلت میخواد بگرد. اگه طرف هدفش جدی باشه خیلی هم خوبه. ای خدا، تو به خدای راه اتاق خوابش هم بلده. گردش و تفریح و خوشگذرونی یه طرف. این که کفش ماست. من روی این علامت گذاشته بودم که ایجه تو مصاحبه ها تکراری نموشه. این اینجا چی کار میکنه؟ وای خدا، برکم بده پناه بر خدا. خدای من رو ببخش. ای خدا خدا. پاشو مامان، یه چیزه جمع کردم، میتونیم بریم. ماما فشار خون پدرتون خیلی بالا بوده، این مسئله روی سلامت ارگانهای بدن اثر میذاره. دو تا از رگاش هم مسدوده. تو آنجا یکی از رگاشو باز کردیم، ولی باز کردن اون یکی رگ خیلی پرخطره. منظورتون از این حرف چیه؟ یعنی همینجوری میخوای مرخصش کنی؟ ببینین، پدرتون باید 3 ماه تحت نظر باشن. باید فعلا با کمک دارو وضعیتشون رو تحت کنترل در بیاریم. تو این مدت هم خیلی مهمه که از استرس و عصبانیت دور باشن و دچار حالت هیجانی نشن. حالش خوبه آقای دکتر؟ همه چیز تحت کنترله، الان حالشون خیلی خوبه. باشه، ممنونم، لطف کردی. سلام، حالت خوبه؟ ممنون، خوبه. مامانم به قدر کافی برای بیمارستان تشکر کرده. ممنونت میشم، تو بقیه کارا دخالت نکنی. نمیخوای به هم دلداری بدی؟ بابام دچار حمله قلبی شده، آنژیوش کردن. پس که اینطور؟ واقعا؟ پس برادرت برای همین اینجا بودن. تو برادرمو دیدی؟ میبخشی، ولی دلم نمیخواد حتی یک کلمه باهات حرف بزنم. یاسین ببین، میخوام بهت بگم چرا بهت دروغ گفتم. باور کن، خودتم کنجکاو میشی ببینی چرا این کارو باهات کردم، چون مستقیما به نامزدت مربوط میشه.
بیا کوچه پایینی حرف بزنیم. مامان من میخوام استون و پنبه بخرم، اگه اشکالی نداره اینجا پیاده بشم. آقای راننده اگه میشه من همینجا پیاده میشم. امیدوارم از چیزی که میترسم به سرم نیاد ای خدا، امیدوارم. بهناز، بهناز یه لحظه صبر کن، صبر کن من بیام. برو به سلامت. آی ترسیدم فضیلت، چی شده؟ چرا اینقدر پریشونی؟ کلی حرف دارم برات. بیا بریم، بیا بریم بشینیم درد دل کنیم، شاید اینطوری سبک شم. اون وقت تو بگو حال من خوبه یا بده باشه. بیا بهناز. همه یه عمرم رو وقفت کردم، میدونه دختری که یه ها اومده تو زندگیمون رو همه چی خراب کرده، میدونه داستان ما رو، میدونه سینان. اون هیچی رو خراب نکرده نیل، همه چی رو خودم خراب کردم. میدونه ما با هم بزرگ شدیم، میدونه ما با هم دیگه دو چرخ سواری یاد گرفتیم، میدونه وقتی بچه بودیم تو یه روز گرم تابستونی به هم قول دادیم با هم ازدواج کنیم، میدونه اولین عشق همین، میدونه بهت گفته بودم به جز تو همه چیزا همه کس برام بی‌ارزشه. اولی که وقتی بچه بودیم و با هم بازی میکردیم به بابام داده بودی و میدونه گفته بودی من همیشه با نیل بازی میکنم، به قولت هم عمل کردی، همیشه با هم بازی کردی، ولی من خوشحال بودم، حتی اگه با هم بازی میکردیم خوشحال بودم، چون من اسباب بازیدم که هر بار میشکنی و میندازیش دور. وقتی از اسباب بازیت خسته میشدی میومدی سراغم، الان یه اسباب بازی جدید داری، یه اسباب بازی که ازش خسته نمیشی. حالا روزمو ببین، ببین به خاطر دختری که حتی بهش نگاهم نمیکردی به کجا رسیدی. برای چی؟ چی عوض شده سینا؟ من عوض شدم نیل، من عوض شدم. من عاشق شدم. گوشیش خاموشه، حال باباش خوبه؟ آره خوبه، بگو مشکلت با این دختره چیه، تعریف کن. با این چشای خودم دیدم، یواشکی قرار میذاشتن، دست همدیگرم میگرفتن، فقط من نه،
حتی خواهرش هم فهمیده به خدا، ولی از اونم مخفی میکنه. حتی این پسر یاسین هم میدونه که میاد دمه در قلدر بازی در میاره. همه چی عین روز روشنه، ولی دخترم هیچی نمیگه. اول گفتم بروش بیارم شاید یه چیزی بهم بگه، ولی بعد گفتم ولش کن. نمیدونم چی کار باید بکنم، به خدا عقلم کار نمیکنه. نمیدونم، باورم نمیشه آخه همچین کاری نمیکنه. مگه میشه بره تو خونه پسره بمونه؟ میگم کفشش اونجا بود، یه کفش پاشنه بلند. مگه میشه آدم کفش دخترشو نشناسه؟ آخه کفششو میشناسم. کفش که چیزی نیست، حتی میدونه تو اتاق چیا هست چیا نیست. حتی کسایی که اونجا کار میکنن اجا رو میشناسن. خیلی سخته فضیلت، تو این دوره زمان تربیت پسر دختر فرقی نداره. اون دوتا برادر بدجوری به دختره من نظر دارن، بدجوری به ناز. حالا که اونا جرقه رو زدن، منم آتیشو به پا میکنم. تو چشام نگاه کن و بگو من آدمیم که بذارم اون دوتا بچه پولدار دخترمو گول بزنن؟ خیال کردن میتونن مثل دخترهای دیگه بچه ای منم پرت کنن تو خیابون؟ آره، من میدونم چی کار کنم. باید هر طور شده یه کاری کنم که این قضیه ختم به خیر بشه برای دخترهای من. مطمئن باش. پس عاشق شدی؟ آره. اون فندکو بذار کنار. هیچی عوض نمیشه. چرا نمیخوای بفهمی؟ منو بسوزون، اونو بسوزون، اینجا رو بسوزون، ولی هیچی عوض نمیشه. چرا نمیخوای بفهمی؟ همه چی عوض میشه. امروز اینجا همه چی عوض میشه. این دختره میسوزه، خاکستر میشه. بعدش هم تو میفهمی، میفهمی که تنها عشق زندگیت منم. واقعا؟ آتش بازی دوست داری نی؟ پس بیا از من شروع کن، زود باش، از من شروع کن، من آتش بزن نیل. سینان دیوونه بازی در نیار، سینان بهش نزدیک نشو، بیا این بر. هنی نیل ببین، باور کن اصلا دلم نمیخواد به پلیس زنگ بزنم. تو به کمک نیاز داری نه به مجازات. اجازه بده بهت کمک کنیم، خواهش میکنم. برو گمشو بیرون، من احتیاجی به کمک تو ندارم. زود باش نیل، مگه همینو نمیخواستی؟ زود باش، شروع کن دیگه. یه حرکت کافی، فقط کافیه یه حرکت کنم که بسوزی و نابود شی. مگه میشه بارو تو آتیش زیر یه سقف باشم فضیلت؟ چشمتو به کل رو همه چی بستی ها؟ تا حالا چشم باز بوده، دستم جلوی مردم دراز. دیگه تصمیم ندارم دستم رو جلوی کسی دراز کنم. بهناز خیلی ببخشید. خیلی خوب، من دیگه دیرم شده، میخوام برم. پا نشو، پا نشو، انقدر حرف زدم باد کردم، دیگه باید راه برم. خدافظ. آخ فضیلت، باز زدی به سیم آخر. میترسم اینجوری دختراتو بدبخت کنی، طفلکای معصومو. اگه کسی این وسط تو این خونه حقش باشه بسوزه، اون منم نیل. بجم سینان، التماست میکنم نکن. میخوای به خاطر این دختر زنده زنده بسوزی؟ به خاطر این دختره؟ زود باش. نمی کنم. خیر باشه دیگه، این اینجا چی کار میکنه؟ باز پسر باباشو ول کرده اومده اینجا آخه. آه، این دختره اینجا چی کار میکرده؟ نیل، 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 اینجا چه خبره؟ نیل، نیل، درو باز کن. نیل، خودم میبرمت خونه، درو باز کن.
نیل درو باز کن، باز کن نیل. مامان خزان چی شده دخترم؟ این دختری دیوونه تو خونه ما چی کار میکرد؟ مامان نر تو خونه باشه، تو خونه نر. بو بنزین میداد، چرا نباید برم خونه ها؟ چرا نباید برم تو خونه خودم آخه؟ اینجا چقدر بوی بنزین میده. آی خیر باشه تو رو خدا، اینجا چه خبر شده آخه؟ پناه بر خدا. دختر دیوونه بی لیاقت، میدونم باها چی کار کنم. وقتی انداختمت زندان میفهمی دنیا دست کیه. به دختر من تهمت میزنی آره؟ حالا میخوای خونم هم آتیش بزنی آره؟ آواره. آواره؟ میخواست آواره همون بکنه. خوبی؟ حالت خوبه خزان؟ به یه ثانیه بند بود، فقط به یه ثانیه. ممکن بود به خاطر من بسوزی سینان. خزان همش تقصیر من بود، از اول هر بلایی که سرت اومده تقصیر من بوده، من باعثش شدم، تقصیر من بوده. سینان باید حرف بزنیم، واقعا باید حرف بزنیم آره، ولی الان وقتش نیست. الان مامانم خونه است، باید برم خونه رو تمیز کنم، لباسمو عوض کنم. بعد تو باید بری پیش نیل. سینان، نیل؟ سینان نیل خیلی مریضه، واقعا مریضه. من حتی دیگه ازش عصبانی هم نمیشه. من باید به نیل کمک کنم. آره، اول باید به خودمون بیای، بعد تو باید به نیل کمک کنی. خب هر کاری لازم باشه باید براش انجام بدی باشه، بعد در مورد هر چی که لازم باشه حرف میزنیم. ارزشش داره فضیلت، واقعا ارزش داره. آه؟
آرزوهای تو از این خونه خیلی بزرگترن، امیدهای تو از این خونه بزرگترن، لیاقت تو این دنیا از این خونه خیلی بیشتره. میارزه. خبر شده مسئله زندگی در میونه، اینجور وقتا نمیشه حرفی زد، فقط چون باباش مریض دهن باز نکردم. اما یاسین باید در مورد اون دختر توضیح بده، تابان همه حرفایی که به من زده رو پس بده. کارم هنوز با اون دخترم تموم نشده، بازم میرم ویلا، خودشم میدونه که از من خلاص نمیشه، میرم یه جوری به خدمتش میرسم که دیگه از این غلطا نکنه. دود برای چی؟ آتیش گرفته. اجه خونه که شما آتیش گرفته. بودو مامان جا خودا خودا مامان بایی خودا داره میسوزه وزید گذشتن داره میسوزه به این شعله ها خود بگم ببینه فراموش داشت بدبختی هایی که کشیدی، روزای سختی که داشتی، جوونی رو که اینجا به هدر دادی رو فراموش داشت. به ذهنت بسپرس داره پشت سر حوست نزدی که برگرد تو به خاطر آیندت گذشتت و آتیش زد. حالا باید دوباره از خاکستر سر بزنی، باید سرنوشت تو دوباره بنویسی. بچگیم سوخت، خاطرتم سوخت، خونم سوخت. تموم شد، همه چی تموم شد، خاکستر شد رفت، وسایلمون، خونمون، همه چیمون رفت. مامان چجوری شد آخه؟ چجوری شد؟
نمیدونم دخترم، منم نمیدونم چی شد، نمیدونم. حالا چی میشه؟ حتی یه دست لباسم نداریم بپوشیم مامان جون. خزان، حرف بزنیم. مامانت چیزی میدونه؟ چیزی بهت نگفت؟ چی تو ذهنت خزان؟ در مورد نیل؟ ببین، در مورد قضیه آتش سوزی هر کاری بتونم میکنم. بیاین سرکار، بیاین. این خونه ای منه که آتیش گرفته. صاحب خونم هم خودش اینجاست، آقا سینا. نیل، دخترم بیا درو باز کن. نیل، تو اتاق چی کار میکنی دخترم؟ من عاشق شدم. آتیش بازی دوست داری نیل؟ پس بیا از من شروع کن، زود باش. نیل، سینان زنگ زد، گفت حالت خوب نیست، باید بری دکتر. تو رو خدا درو باز کن ببینم چی شده. نیل عزیزم، به خاطر حرفای صبحش ناراحت شدی دخترم؟ من همیشه پیشتم عزیزم. نیل ببین، اگه بخوای میفرستمت خارج، اصلا با هم میریم آمریکا. نظرت چیه دخترم؟ این درو باز کن، خواهش میکنم. نیل، میخوای منو بکشی؟ این درو باز کن. الان دقیقا وقتشه دخترم. دخترم بذار ببینمت. میخوای منو بکشی دخترم؟ بابا حالم خوبه، باور کن حالم خیلی خوبه. پدرتون اصرار داره بره. اگه اینجا موندن بهش استرس وارد کنه، نمیتونیم نگهش داریم. هر جور شما سلام میدونین. آقای دکتر، میخواستم در مورد یه مریض دیگه ازتون سوال بپرسم. بفرمایید آقای یاووس. مریضی که تو اتاق 310 بستریه، همون که بابام با ماشین باش تصادف کرده. بله، کریم ایلدیز. من پیگیر وضعیتش هستم، فعلا باید تو آی سی او باشه. فعلا نمیتونم نظر 100% بدم. باور کن خودت، کنجکاو میشی ببینی چرا این کارو باهات کردم. خدایا صبر بده. چون مستقیما به نامزدت مربوط میشی. همه راست میگه بابا. چرا قبول نمیکنی شب بمونی؟ ما هم که پیشتیم. حوصلت هم تنهایی سر نمیره. آره؟ من تو خونه راحت‌ترم پسران. بیرون منتظرتم. هر چی می‌خوای بگی بیا بگو. من میرم رستوران، تا وقتی شما بابا رو راضی می‌کنین یه چیزی بخورم. همه چی تموم میشه. باید دستش خلاص بشه. خودتو نباز یاسمین، نباز خودتو. تو میتونی. عزیزم، میخواستم الان بهت زنگ بزنم. کجایی یاسمین؟ تو ماشینی؟ آره، الان میخواستم بهت زنگ بزنم. حوصله‌ام سر رفت، همین الان اومدم بیرون. همین الان، یعنی یه چند دقیقه پیش. عزیزم، اگه میخوای بیای اینجا، بی خود نیا، برگرد. چرا برگردم؟ نمیتونیم بابا رو اینجا نگه داریم. متوجه نشدم. برگرد برو خونه، داریم میایم. باشه. عجب شانسی.
آخه چرا بهش گفتی همین الان از خونه اومدی بیرون؟ برای چی بهش گفتی یاسمین؟ تا بر نگشتم باید برم خونه، تا نرسیدم باید برم خونه. آیا خدایا چی کار کنم؟ این زن داره چی کار میکنه؟ الان وقتشه سلین، این آخرین شانسته، آخرین شانس. من زیاد وقت ندارم، چون تو گفتی بیا اینجا اومدم. باشه، هرچی میخوای بگی خلاصش کن بگو. من بهت میگم چرا مجبور شدم بهت دروغ بگم، اما تو باید یه قسمی بخوری. دروغو تو گفتی، قسمشو من باید بخورم؟ ببین، باید قسم بخوری که واسه برادرم دردسر درست نمی کنی. منظورت چیه؟ برادرم این وسط هیچ تقصیری نداره. اون از اون پسرا نیست که به یه دختری که نامزد داره نظر داشته باشه، میفهمی؟ پس من برای چی باید قسم بخورم؟ داداشه چه ربطی به این دروغی که گفتی داره؟ اگه قول بدی کار احمقانه ای انجام ندی بهت میگم. همین دیگه جناب سروان، وقتی اومدم یه بویی توی خونه میومد، داشتم غذا درست میکردم، تا کبریت زدم یهو کبریت افتاد زمین، خونه آتیش گرفت، یعنی همه جا آتیش گرفت، همه جا پخش شد. خلاصه همین، من خودم هم نفهمیدم چی شد. خزان، حرفی نداری به جناب سروان بگی؟ دخترم اگه چیزی هست بگو. من اصلا نمیدونم چی شد و چه جوری شد. اینم از حال و روز ما جناب سروان، اصلا نمیدونیم باید چی کار کنیم، موندیم تو خیابون، اصلا نمیدونیم باید کجا بریم. باز کنیم. درست میشه خانم، خیلی ممنون. گزارش که آماده شد حتما بهتون اطلاع میده. خیلی ممنون. خیلی ممنون، شبتون بخیر، خداحافظ. مامان حالا چی میشه؟ ما باید چی کار کنیم؟ کجا باید بمونیم؟ دستت درد نکنه دخترم، دست تو هم درد نکنه فضیلت. برگشتی میگی معلوم نیست کجا بمونیم؟ این حرفا چیه میزنی؟ بیاییم ببینم، بیاییم بریم خونه ما. آره بهناز، ولی آخه تا کی میتونیم خونه ای تو بمونیم؟ به قدر کافی به تو زحمت دادیم. اون دفعه شوهرتم هرچی از دهنش در اومد بهمون گفت. این حرفا رو بذار کنار فضیلت، شما که غریبه نیستی. بیا بریم. حالا صبر کن، صبر کن یه دقیقه. خزان، من میخوام امشب مهمونتون کنم. اما سینا، خزان خواهش میکنم قبول کن. درسته که نیل خونه رو آتیش نزده، ولی هر اتفاقی افتاده باعث و بانیش منم. خودم و گناهکار و تقصیر کار میدونم. یعنی دیگه خسته شدم بس که خودم رو در برابر تو مقصر دونستم. لطفا اجازه بده، خواهش میکنم، بذار بهت یه خوبی بکنم. دخترم، خواهرت نمیتونه سر پا وایسه. بیا بریم. میریم خونه خاله بهناز اینا میمونیم، چاره ای نداریم که. بیا امشب مهمون من این فضیلت خانم. یکم دیگه مرخصتون میکنه، ولی نباید تو چکاپاتون کوتاهی کنین، باید برای عمل دوم حاضر باشین. چشم نگران نباشین، خیلی ممنونم. به امید دیدار. خیلی ممنون دکتر، لطف کردین. من برم کارا رو انجام بدم. کم کم داریم میریم، اما هنوز از آقا سینان خبری نیست. زنگ زدم اما جواب نداد. چرا انقدر بی‌مسئولیته؟
سلینم گفت میرم رستوران غذا بخورم، اما کیفشو با خودش نبرده. میرم دنبالش میارمش. کار خوبی میکنی. خلاصه این که من اولین بار نامزد تو روی تخت بابام دیدم. یه دختر تو ماشین، یه دختر رو تخت. چی؟ ببین دیگه بحث تخت رو پیش نکش. گوش کن، ایجه فقط نامزد من نیست، متوجه؟ ایجه همه ای زندگی منه. از روزی که چشم باز کردیم همدیگر رو دیدیم. درسته اشتباه کرده، هم در مورد تخت هم در مورد عطر قبول دارم، ولی اگه به وقتش اینا رو میفهمیدم همه چی رو به هم میریختم، به هم میریختم، چون ذات عشقم رو میشناسم. نامزد من کسی که من دوستش دارم، دنبال مال انبال کسی نیست. به کل داری اشتباه میکنی. نامزدت خیلی خوششانسه، میدونی؟ چون نامزدی داره که هم باورش داره هم پشتش وایساده. چیزی که شنید، چیزی که چشمم دیده اینه که برادر پیله کرده به نامزد من، فهمیدی؟ در ضمن حق نداری جلوی من پشت سر ایجه حرف بزنی. شاید من عصبانی بشم داد و هوار را بندازم، ولی اجازه نمیدم کسی بهش تهمت بزنه، حقشو نداری. بهت رو گفتم چون میدونستم نامزدت دنبال برادرمه. از اولم بهش شک داشتم، داشتم فکر میکردم چطوری حلش کنم که داداشم ضرر نکنه، که یهو دیدم جلوی تو هم اینجوری شد که مجبور شدم بهت دروغ بگم. تو چی داری میگی؟ ایجه همچین آدمی نیست که بخواد به کسی پیله کنه، همچین کاری نمی. ببین همه این چیزایی که بهت گفتم و به قولت عمل کن و بدون اینکه چیزی بگی برو. سلین، من به قولم عمل میکنم، چون که نامرد نیستم، متوجهی؟ که اینجا چی کار میکنی؟ با اون پسره چه حرفی میزدی؟ هیچی، مگه تو میشناسیش داداش؟ چی شدی آخه؟ چرا عصبانی شدی؟ از کجا اون پسره رو میشناسی؟ مگه تو هم میشناسیش؟ سوالمو جواب بده. چیزه، تو باشگاه بسکتبال دیدمش، فقط در حد سلام علیک. البته اگه اشتباه نکنم نامزد دختر فضیلت خانومه. تو از کجا میشناسیش؟ دیگه دلم نمیخواد باهاش حرف بزنی. فهمیدی چی گفتم؟ اون در حد سلام علیک با تو نیست. نه خند، بگو چشم داداش. چشم؟ خیلی خوب باشه، بیا بریم. بفرمایید یاسمین خانم. بدین به من خانم. چیو بدم به تو؟ چیو میخوای بگیری؟ پاکتتونو. خودم دست دارم میتونم پاکتمو ببرم بالا. از این فضولی شما هم دیگه خسته شدم. ماشینم بیرونه، باید شسته بشه. اولم چای سبزمو برد بیار. ماشینو الان آخه؟ چطور مگه؟ مگه ماشین شستنم شب و روز داره؟ نه یعنی ماشینو میشورین و برق میندازین، فهمیدین یا نه؟ همین الان. این چرا جنی شد؟ ولش کن بابا، من میرم چایشو حاضر کنم، تو هم برو بگو ماشینشو بشورن. باشه. چیزه یاسمی خانم، آیواز داره ماشینو میشوره. حرف نداری، خیلی خوبی، عاشق حرف گوش کردنتم. آفری، خیلی دوستت دارم، همین جوری ادامه بده. مم.
خدا ازتون راضی باشه سینان. خیلی ممنون. هم خونتون رو آتیش زدیم، هم ما رو مهمون خودتون کردین. سلامت باشی. نیازی به تشکر کردن نیست فضیلت خانم، اونجا خونه خودتون بود. جدی میگم، تعارف نمیکنم. ما اینکه پدرتون مریض بود به خاطر ما نتونستین برین پیشش، واقعا به خاطر اینکه تو همچین شرایطی به ما کمک کردین و دستمون رو گرفتین ازتون خیلی ممنونی سینا خان. شبتون بخیر باشه، خداحافظ. بریم دخترها. فضیلت خانم، از این طرف. بفرمی. من اتاق یابوس رو درست میکنم. سلام یاسمین. سپرایز جالبی تدارک دیدی، ولی فکر نمی‌کنی زیاد مناسب این وقت شب نیست؟ اینم یکی از بزرگترین مخالفامونه. اتاق فضیلت خانم اینا رو آماده می‌کنی؟ گلتن زود باش. خیلی خوشحالم برگشتی خونه و با ما زندگی میکنی داداش. بابا من امشب میرم خونه خودم، وسایلمو جمع میکنم، فردا میام خونه. فردا با سینان برو، هرچه لازم داری بردار، امشب باید برگردی، بیا خونه پدرت بمون. آره حق با باباست، خونه مجردی و کاملا فراموش کن، دیگه باید با خانواده خودت زندگی کنی داداش. سابر. خیلی ناراحت شدم، خدا رحم کرد بهتون. خیلی ممنون گلتن جون، خدا رو شکر که هممون سالمیم و طوریمون نشد. فکر کنم اتاق بزرگه خوبه، برم آمادش کنم. شما زحمت نکشین، هر کاری لازم باشه خودمون میکنیم. به شما هم خیلی زحمت دادیم آقا سینان. دخترم بیا بریم دیگه کمک کنیم، بیا. خیلی ممنون. حالت خوبه؟ نمیدونم، فکر کنم هنوز نمیدونم چه اتفاقی افتاده. ببین میخوای تو برو یه دوش بگیر، اصلا رو درواسی نکن، لباسم برات جور میکنم. بی خیال، بیشتر از این خجالتمون نده خزان. امشب هر کاری میکنم به خاطر خودم میکنم، خب به خاطر تو نیست. اگه میخوای بهم خوبی کنی خجالت رو درواسی بذار کنار، راحت باش، همین، به هیچ چی فکر نکن، فقط گوش کن. ولی تو نمیتونی استراحت کنی، باید بری بیمارستان پیش پدرت. تو به من فکر نکن. من که کار درستی کردم، اشتباه نکردم، ولی چرا اینقدر دلم میسوزه؟ چرا دلم داره میسوزه؟ مامای دخترم، خزان دخترم، بیا بغلت. وایسا وایسا، اول به سوالم جواب بده. کبریت چجوری از دستت افتاد؟ خونمون چجوری آتیش گرفت مامای؟ من عوض شد، من عاشق شد. پس بیا از من شروع کن، زود باش. خونه زنه چونه که با من گوش کنیم.
دروغ گفتم چون میدونستم نامزدت دنبال برادرمه. عشقم تو رو خدا گوشی و جواب بده. اگه همونجور که به پلیس گفتی کبریت تو آشپزخونه از دستت افتاده باشه، خونمون نمیتونه ساتیش بگیره. عجب گیری افتادم، من از کجا بدونم آخه؟ من اصلا خودم هم موندم که چی شد آتیش گرفت، نفهمیدم. من بهت چی گفتم؟ بهت گفتم تو خونه نرو. تو چی کار کردی؟ رفتی. بعد انگار هیچ اتفاق نیفتاده رفتی غذا درست کنی. آره مامان، امکان نداره متوجه بوی بنزین نشده باشی، متوجه به هم ریختگی خونه نشده باشی. هنوز لباسات داره بو میده. من ازت نپرسیدم چی شده و قضیه چی بود. اون وقت تو مدام منو سوال پیچ میکنی ها؟ تمام هیکلت بوی بنزین میده. اون وقت از مامانت میپرسی خونه چجوری آتیش گرفته؟ این کبریت چجوری افتاده زمین؟ آره؟ من از تو هیچی نمیپرسم. تو چرا از من اینقدر سوال میکنی خزان خانم؟ آتیش عکسی که با بابام داشتم هم سوزون. روزی که چکو پاره کردی بهت گفتم، گفتم از این به بعد، از این به بعد هر کاری کنم باعث و بانیش توی خزان. سلام، یه لیوان آب میخواستم. آقا کاظمینا اومدن، خودت بردار. خیلی متشکرم دخترم. خیلی خوش اومدین کاظم خان. خوش اومدین کاظم خان. کاظم خان ما رو ترسوندی. لازم نیست بترسین، همه چی رو به راه یاسمین. کاظم جون برو تو اتاقت استراحت کن عزیزم، برو. یاوز جون میبخشی، مجبور شدیم اتاق مهمون رو برات آماده کنیم چون تو عمل انجام شده قرار گرفتی، مهمونه یه ناخونده داشتیم. بابا جون بیا بریم توی اتاق. بابا الان داشتم میومدم پیشتون. زحمت نکش، نیازی نیست، ما بابا رو آوردیم پیشت. تو امروز کجا بودی سینان؟ من فکر نمی کردم مرخص بشی. مسئله مهمی نبود پسرم، همینطور که میبینی خوبم. چیه میخوای مثل دوست قایم بشی؟ بابا یه چیزی هست که باید بدونی. درست به موقع. شبتون بخیر، خدا بد نده. خزان اینا امشب مهمون ما هست. یه اتفاق خیلی بد افتاده، چاره ای نداشتیم. مادرتونم اومده دیگه. یکی دیگه هم هست که از این کوچکتره، اونم اومده. همشون خانوادگی اومدن چون این بار خونهشون آتیش گرفت. چی؟ چی گفتی؟ خونتون چجوری آتیش گرفت؟ کاملا اتفاقی بود. بابا بهتر بریم تو اتاق حرف بزنیم. نیازی نیست بابا، تو این موضوع خیلی ناراحت شدم. منم ناراحت شدم، هرچی باشه خونه برادرم بود. مهمونمون خسته است، منم خستم، برم یکم استراحت کنم. شب بخیر. شبتون بخیر. We'll be right back.
کاظم خان، نکنه مریض شدی؟ یا شاید اینجا مریض داری؟ من اینجا یه کاری داشتم، برای همین اومدم. منم اومدم عیادت یکی از آشناها. طفلکی تصادف کرده. آخ خدایا، اگه بدونه چی کار کنم؟ چقدر بابات لجبازه. اگه امشب میموند بیمارستان، خیال هممون راحت میشد. چاره ای نبود، بچه که نیست بشه به زور نگهش داشت. بفرمی. آقای گوکان، یاسمین خانوم بیرون بودن، داشتن میرفتن یه جایی، اما سری برگشتن. آره میدونم، اطلاع دارم، مشکلی نیست. خدافظ. کی بود؟ کاری بود عزیزم، کاری بود. بیا بریم. وقتی دیدنه چی گفتن؟ عصبانی شدن؟ نه عصبانی نشدن، نگران نباش. اون جادوگره هیچی بهت نگفت؟ البته احتمالاً حالشو نداشته. تو این وضعیت چی داری میگی اجه؟ نه خونه داریم نه وسایل، رسمن آواره شدیم دختر. بفهمید، لباسای قدیمی سلین خانومه، امروز و فرداتون رو را میندازه. نه نیازی نیست، امشب و یه جوری خودمون سر میکنیم، فردا میریم لباس نو میخریم. به من گفتن بیارم. شب بخیر. اگه اینا رو تنمون ببینه کلی مطلق بارمون میکنه. قرار نیست اینا رو بپوشیم اجه جون، نمیبینه. امشب میخوابیم، فردا میریم لباس نو میخریم. عزیزم نگران نباش، ما مشکلات بزرگتری داریم اجه جون. باید فوری خونه بگیریم، اما چجوری؟ یعنی با این لباسا میخوایی بخوابی آبجی؟ آخه بوی بنزین میدی حسن، حالم به هم خورد. میشورمشون، بشورمشون بوش میره. من نمیتونم حرف بزنم. میدونی که بیشتر از انتظار کشیدن از کاشته شدن بدم یاد یاسمین؟ نکاشتمت، باور کن نمیخواستم اینطوری شه. داری با من بازی میکنی؟ نه نه نه، بازی نمی کنم، باور کن به دروغ نمیگم. تاوانشو پس میدی، هم خودت همون شوهر بیورزت تاوان پس میدی. فردا میام، بازی هم در کار نیست، قول میدم فردا میام. باشه. آتش سوزی، خیلی ناراحت کننده است، ولی آخه اینا به جز ما کسی رو ندارن، دوست و فامیل ندارن. آب خونشون رو ور میداره میان اینجا، خونشون آتیش میگیره، پا میشن سری میان اینجا. سینان، از حالا بهت بگم، اگه میخوای تا درست شدن خونشون اینجا نگهشون داری، کور خوندی. مطمئن باش نه من اجازه میدم نه بابا. اصلا حوصله تو یکی رو ندارم. شب همگی بخیر. به لطف تو نه شب داریم نه روز. من دلم نمیخواد این آدم ها توی خونه من باشن سینان. تا دیروز خودت حق نداشتی بیا اینجا، حالا ورداشی یه گردان آدم با خودت آوردی اینجا. شنیدی چی گفتم سینان؟ میگم نمیشه بمونن. سلین تموم شد؟ بسته دیگه. ببخشید؟ بیچاره ها خونهشون سوخته. متوجه هستی چی داری میگی؟ ها؟ برو بگی بخوا، استراحت کن، حالت بهتر بشه. چی شد داداش؟ تو هم که با هم موافق بودی، چی شد یهو نظرت عوض شد؟ سلین یه نفسی بگیر، یه نگاهی به خودت بندازی بد نیست. ببین از دید بقیه چجوری به نظر میای. بسه. خیلی خوب، بسه. میدونم چی نظرتو عوض کرد، خیلی خوبم میدونم. Thank you.
میبخشی. خوبی؟ چیزی دنبال صابون میگشتم پیدا نکردم. فهمیدم. ببینم حالت خوبه؟ یعنی خیلی متاسفم به خاطر آتش سوزی. ممنون. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. کاظم خان، منم نتونستم بخوابم، گفتم بیام تو حیات هوا بخورم. چیز من خیلی معذرت میخوام. من یکم تو اتاق دلم گرفته بود، گفتم بیام بیرون. معذرت میخوام. نیازی نیست معذرت بخواین، کار خوبی کردین. هوا خیلی خوبه، کار خوبی کردین اومدین تو حیات. چیزه، من کفشمو در آورده بودم. وای، راحت باشین، لازم نیست بپوشین. به خاطر خونتون خیلی متاسفم. راستش خیلی حس عجیبیه که خونه آدم بسوزه. وقتی به شعله نگاه میکنی نمیتونی باور کنی. بعدش اتاقت میاد جلوی چشمت، تختت، اسباب بازیات، هرچی داشتی خاکستر میشه. تا من همین جوری نگاه میکنی هیچ کاری هم از دستت بر نمیاد، هیچ کاری نمیتونی بکنی. اتفاقی که براتون افتاده واقعا ناراحت کننده است، اما میتونین از یه دید دیگه نگاه کنین. خودتون و خانوادتون آسیبی ندیدین، سالمین، خیلی خوش شانسین. بله خیلی، خدا رو شکر. خدا رو شکر که خودمون هیچ آسیبی ندیدیم. من معذرت میخوام، حواسم پرت مسائل خودمون بود. شما هم امروز روز خیلی سختی داشتی، واقعا متاسفم. الان حالتون چطوره؟ حالتون بهتره؟ خیلی ممنونم، الان خیلی بهترم. فکر کنم سردتون شده. کاظم، شب بخیر گزیده خانم. شب بخیر. تو هم نتونستی بخوابی گزیده؟ بلند شدم آب بخورم، بعد شما رو دیدم، انقدر منظره عجیبی بود که گفتم بیام پایین ببینم چه خبره. منظورت از منظره عجیب دیگه چیه؟ صمیمیتت با اون دختر بچه یکم عجیب بود، نتونستم معنایی براش پیدا کنم. حتما باید براش معنا پیدا کنی. نتونستم بخوابم، اومدم تو حیات، دختر هم اومده بود تو حیات، روبرو شدیم، حرف زدیم. همش همینه. اگه میدونستم به خاطر حرف زدن با مهمونم قرار بازجویی بشم، به شب بخیر نمیگفتم، میرفتم. ببین عزیزم، اون دختر خانم مهمون ما نیست.
کوچکترین دختر خدمتکارمونه. چه معنی میده که پا به رهنه با اون وز وایس جلوی تو؟ نگو که میخوای به خاطر اینکه این صمیمیت به نظرم عجیب اومد سرزنشم کنی کازم. واقعا در شأن تو نیست این رفتار. تو چی میخوای بگی گزیده؟ دختر بیچاره خونش سوخته، با یه دست لباس پناه آوردن اینجا، این رفتارای بیجا چی انجام میدی؟ میشه بگی برای چی اینقدر ناراحتی؟ ببین عزیزم، عصبانی نشو، برای سلامتیت خوب نیست. بیا بریم بخواب. من فقط منظورم این بود که شاید دختر از صمیمیتت برداشت دیگه‌ای بکنه. مادرش که به قدر کافی بی ملاحظه هست، نمیخوام طوری بشه که دخترش پاشو از گلیمش درازتر کنه. بریم بخوابیم عزیزم. داروهاتون آوردم کاظم خان. شما که هیچی نخوردین. گزیده خانم گفته باید با شکم سیر قرص بخورین. من میرم آتلیه، به فضیلت خانم بگین بیان اونجا. ولی قرصاتون چی؟ چرا بدونی که از من بپرسین صبحانه کاظم خانو بردین؟ من میخواستم ببرم. خیلی میبخشین فضیلت خانم، وقت قرصاشون بود نمیشد منتظر شما بمونن. مامان چرا با مردم اینجوری حرف میزنی آخه؟ بشین حرف بزنیم ببینیم چی کار باید بکنی. آقا سینان رفتن؟ نمیدونم، چیزی که میخواییم در موردش حرف بزنیم ربطی به اون نداره. آقا سینان یکم پیش رفتن. مامان قربونت برم، بیا بریم تو اتاق حرف بزنیم. فضیلت خانم، کاظم خان تو آتلیه منتظرتونم. مامان من تو هیچ جا نمیری، بگیر بشین سر جات. تا وقتی برنگشتم از جاتون تکون نمیخوریم. برم ببینم کاظم خان با هم چی کار دارن. به کارتون برسین، ببینم زود باشین. شما هم زودتر بخورین تموم شه. کاظم خان بابا من چی کار داره؟ چه میدونم بابا. کریمه زیر قولت نزن، به قولی که دادی عمل کن. برو ببینیم فضیلت.
کاظم خان جون، خدا رو شکر، خیلی خوشحالم شما رو اینجوری سر پا میبینم. خدا رو هزار مرتبه شکر. خیلی ممنونم. کم و بیش در جریان اتفاقی که براتون افتاد هستم. خیلی متاسفم، واقعا خیلی وحشتناک بوده، وحشتناک. خب چه میشه کرد؟ یه سرپناه داشتیم که اونم اینجوری شد. هرچند که خونه خونه ما نبود، البته خونه خونه خودتون بود، خونه پسر شما بود، ولی خب بازم وقتی ضرر به مال آدم میخوره خدا رو شکر میکنه که بدترشو ندیدیم. میدونید فامیل من با مرگ داره دست و پنجه نرم میکنه، قربانی یه تصادف شده. وضعیت فامیلتون چطوره؟ شما از من بهتر وضعیتشو میدونین، نمیدونین؟ متوجه نشدم. متوجه شدین کاظم خان؟ متوجه شدین؟ امروز میخواستم براش از دکتر وقت بگیرم، ولی نمیتونم بهت بگم امروز صبح چقدر خوب از خواب بیدار شد. خیلی وقت بود دخترم اینجوری سرزنده و شاداب ندیده بودم. دوران وحشتناکی که به خاطر اون پسره بی سر و پا داشتیم بالاخره تموم شد. بعدم بهت زنگ میزنم. خداحافظ عشقم. زنگ زدن گفتن تصادف کرده، منم با عجله خودم رو رسوندم بهش. اون به جز من هیچ کس رو نداره، تک و تنهاست، تفلکی. فرداش که روزنامه ها رو دیدم فهمیدم ماشین شما زده به کریمه طفل معصوم. گفتم دنیا چقدر کوچیکه، آخه مگه ممکنه؟ ولی شما این کریمه رو نمیشناسید. نه، فکر نمی کنم شما بشناسی نشاره. کاش می شناختینش، کاش مشکلاتشو می دونستین. نمی دونم، مگه مشکلاتش چیه؟ خصوصیه، یه سری مشکلات خصوصی داره، بهتره اصلا واردش نشیم. می دونم به محض اینکه خوب بشه میاد دیدنتون حتماً. منظورتون چیه؟ میشه لطفاً واضح بگین؟ چه منظوری میخوام داشته باشم کاظم خان جون؟ مگه واضح و غیر واضح هم داره؟ شما زن بیچاره رو بردین بیمارستان خصوصی، بستری کردین که خوب بشه، همه ی خرج و مخارجش هم گردن گرفتین. میگم کریمه رو نمیشناسین، خیلی قدر شناسه، 100% میاد به خاطر این خوبی ازتون تشکر میکنه. میدونم. این خانم محترم چه نسبتی با شما داره؟ میشه گفت فامیله. چجوری باید بهتون بگم؟ جونم براتون بگه. خب شوهر خدا بیامرز کریمه پسرموی من میشه، یعنی ما پسرمو دخترموی. احتمالا شما یادتون نمیاد سر پروژه شما خدا میدونه با چه دستمزدی کار میکرده، مگه نه؟ چی میگفتم؟ آها، شاید اینجوری بگم جمال یادتون بیاد. سر ساختمون شما دوچاره یه سانحه شد و از دنیا رفت. چقدر برای ما سخت بود، چقدر سخت بود کاظم. مثل این که من خستتون کردم. آره؟ متوجه نشدم از کی دارین حرف میزنی. اشتباه کردم کاظم خان جون، شما مریضین، نباید در مورد این چیزا باهاتون حرف بزنم، ببخشید. خب معلومه که نباید بشناسین، تو این همه سال هزار تا سرکارگر برای شما کار کرده، خب چطور ممکنه جمال ما رو که تو اون سانحه از بین رفته شما یادتون بیاد؟ فکر کنم خیلی حوصله‌تون رو سر بردم، مگه نه؟ نذاشتم شما هم حرف بزنین کاظم خان. حتما میخواستین در مورد این که اومدیم اینجا بپرسین. ما امروز اون قضیه رو هم حل کردیم. من، یعنی من دخترام خونه یک کریمه میمونیم، میریم اونجا میمونیم دیگه. شما باید به حرف من گوش کنی، نیل واقعا حالش خوب نیست. دلتو خوش نکن پسر جون، دختر من خیلی هم خوبه، میتونم بگم تا حالا اینقدر خوب نبوده. چا
چون از دست تو خلاص شد. تو دیگه نیستی. میدونم از دست من عصبانی، توقع دیگه ایم ازتون ندارم، ولی نیل واقعا به کمک احتیاج داره. زندگی دختر من به خاطر بلایی که سرش آوردی به این روز افتاد. تو با شکستن قلب و غرورش به این روز انداختیش. نیل هر کاری کرد به خاطر تو کرد. میدونم که محکوم کردن من براتون راحت تره. باشه محکومم کنی، ولی نیلو حتما ببرین دکتر. لطفا حرف منو جدی بگیرین، خواهش میکنم. از خونم برو گم شو بیرون پسر ای بیادر. نیل با یه گالون بنزین رفته بوده خونه خزان آتیش بزنه. دختر من با یه گالون بنزین رفت که خونه دوست دختر تو رو آتیش بزنه؟ آره. میگم چقدر رویا پردازیت قوی شده. اگه جای شما باشم سرم از تو برف در میارم و دخترم رو میبرم پیش متخصص. مشخصه کی به درمان نیاز داره. بی ادب. دیگه خونه ای نداریم بریم توش کاظم خان جون. سالها هم بود کریمه رو ندیده بودم. اینجوری با یه تیر دو نشون میزنیم. اونم اینجا هیچ کسو نداره. کلیدش و همه وسایلش هم دست من. امروز دخترمو برمیدارم میرم خونش. البته یه بچه هم داره تفلکی، ولی خب ولش کنیم، داستان اونم طولانیه. بی خودی سر شما رو درد نمیارم. خب چی میگفتم؟ آها، این کارو میکنیم، میریم خونه کریمه میمونیم. اونم از تنهایی خلاص میشه، من و دخترام هم از آوارگی در میایم. نه، وقتی برگرده همه چیو به هم میگه. آخه میدونی خیلی سال بود از هم دور بودیم و با هم قشنگ حرف نزدیم. خیلی سالها بود. خب دیگه من باید برم خونه کریمه دخترارم جا به جا کنم. البته اگر شما اجازه بدین بعد برمیگردم سر کارم. باشه فضیلت خانم. بفرمی کاظم خان جان. شما آواره و بی خونه نیستین، درست مثل ساله خانم. شما و دختراتون میتونین شبان روزی اینجا بمونین. نه کاظم خان جون، من کجا، صالح خانم کجا؟ اون یه زنه تنها بود، اما من دوتا دختر دارم. اگه بگم دخترام خونه کریمه بمونن من اینجا، نه اونجوری هم نمیشه. نه فضیلت خانم، ما جا داریم، هم برای شما هم برای دختراتون. ای کاظم خان جون، والا به خدا نمیدونم چی باید بگم. بعد از این همه اتفاقایی که این روزا افتاده، در برابر این خوبی شما، من آخه من له میشم، از بین میرم. اصلا خوشکم زده، نمیدونم چی باید بگم. نیاز نیست تا این حد بزرگش کنین. پرسنل ما همیشه شبان روزی بودن. همونطور که گفتم جا داریم. جدی داری میگی؟ خب باشه، حالا که شما اینجوری صلاح میدونین کاظم خان جون، ما هم رو حرفتون حرف نمیزنیم، همین کارو میکنیم. پس من با اجازه شما برم به دخترها خبر بدم. لطف خیلی بزرگی کردین. آه خدا ازتون راضی باشه کاظم خان جون. خدا رو شکر که سایتون رو سر ماست. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خدا حافظ. تو منو درک میکنی کاظم خان، تو زبون منو خوب میفهمی. بده به من، تو جاشو نمیدونی، اینقدر لای دست و پا نباشی. میخواستم بهتون کمک کنم ولی خب نیازی نیست، ما خودمون میتونیم کار خودمون رو انجام بدیم. انگار دیشبم لباس شسته بودین. ما لباسا رو با ماشین لباسشویی میشوریم. ما هم با ماشین لباسشویی لباس میشوریم، ولی تو اون همون ماشین لباسشویی نبود. بعدش هم که خیلی دیر وقت بود، نمیخواستیم شما رو بیدار کنیم. از رو انسانیت نگفتم. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه. مهم اینه که دارین میرین. هزار بار که نمیخوای بشوری. اهل آشپزخونه هم خیلی دوستمون دارن. تحویل بگیر، شارژم تموم شد. حالا چی کار باید بکنم؟ هی جه، پاشو بریم تو اتاق منتظر مامان بمونیم. پاشو. خسته نباشی. صبح خیر. همچنین.
من میرم تو اتاق، نمیخوای بیای؟ چیزه، تو برو، منم الان میام. خیلی متاسفم. تصمیم دارین چی کار کنی؟ راستش میخواستم در مورد یه چیز دیگه با تو حرف بزنم. بگو. اون خواهر جادوگرت. صبح بخیر آقا یاووز. صبح بخیر. در مورد چیزی حرف میزدین دخترم؟ نه چیزه، دنبال شارژرم بودم، گوشیم خاموش شده. شارژر من به گوشیت نمیخوره. روز بخیر. روز بخیر. چی شده مامان؟ با من بیا ببینمت، باید با هم حرف بزنیم. بیا این طرف. بیا. چوره من برای یارو چشو ابرو میاد. این دختر آخرش منو دیوونه میکنه. آه خدا رو شکر اومدی مامان. بیا هر حرفی میخواییم بزنیم بزنیم دیگه. یه عالمه کار داریم. خیر باشه، چی کار داریم؟ میخوای بری دنبال خونه بگردی؟ با کدوم پول؟ خب چی کار باید بکنیم؟ باز باید بریم خونه خاله بهناز بمونیم. آره فعلا باید بریم خونه خاله بهناز بمونیم، چاره ای نداریم که. بعدش هیچ جای دیگه ای نمیریم ما دخترا. خونه ما از این به بعد تو این ویلاست. خیلی خب مامان، باشه، جوراب، پیژامه، عرقگیر، هر چی لازم باشه برمی‌دارم. خدافظ. اینجا چه خبره؟ چی شده؟ اینجا چی شده؟ حسیب خانم، اینجا چی شده؟ هیچی نگو یاسین، خیلی بد بود. خونه جلوی چشمون تو آتیش سوخت. اجل چی؟ اجل چیزی شد؟ وایسا پسرم آروم باش، خدا رو شکر هیچ کسی چیش نشد، ولی نمیدونم کجان و چی کار میکنن. کجان خاله به؟ چی میگی پسرم؟ آها فهمیدم، منظورت اجیناست دیگه. نه چه میدونم پسرم، خودت یه زنگ به اجه بزن بپرس، من از چیزی خبر ندارم. بیا بریم مارا. دختره زنگ زد توی احمق جواب ندادی. احمقی دیگه. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشه. منطقی کار برای ما همینه که گفتم. شما خیال کردین چون آواره شدیم همچین پیشنهادی به ما داده؟ آره؟ پس برای چی پیشنهاد داده مامان؟ میخوای خودت برو ازش بپرس. دخترا مگه خدمتکار قبلی هم شبانه روزی نبوده؟ ها؟ شبانه روزی بوده. این خونه خیلی بیشتر از قبل به نیرو نیاز داره. چرا؟ چون سینان برگشته خونه، یاوزم که دیگه همینجا قراره بمونه. کاظم خان حساب کتاب کرد، گفت بهتره فضیلت خانم اینا هم اینجا بمونن. به نظر من که اینجوری فکر کرده. مامان ما که نمیتونیم سربار مردم بشیم. میگی چی کار کنیم؟ بریم سربار خاله بهنازت بشیم؟ و دخترم به نظرت دو شبی که اونجا بودیم سربار اونا نبودیم؟ ها؟ شوهرش از اونور اخم و تخم نمی کرد، بچه های قد و نیم قدش به همون دهنکجی نمی کردن. همینو می خوای؟ آره؟ می خوای سکه یه پول شیم؟ خونه به این بزرگی، غذامونم همیشه حاضره، وقتی می تونم کار کنم سرمو می گیرم بالا. توقع داری به خاطر غرور تو برم خونه این مردم مزاحم اونا بشم؟ این چه توقعیه که داری تو؟ هنوز قبضا رو نداده، می خواد رئیس همه هم بشه. کاظم خان اینجوری صلاح دیدن. میگین چی کار کنیم؟ گفت برای همیشه اینجا بمونیم. گفت دختراتون اتاق جدا دارن، شما هم اتاق جدا. حالا من بیام با اصرار به شما اینو حالی کنم ای بگم؟ مامان به این راحتیام نیست. ما هیچ وقت خونه کسی زندگی نکردیم. منو ببین خزان خانم، خودش به زبون خودش به من گفت یا پیشنهادشو قبول میکنیم و تو این خونه میمونیم، فهمیدی؟ یا پیشنهادشو قبول نمیکنیم و رد میکنیم آواره کوچه و خیابون میشیم. کدومشو قبول داری ها؟ کدوم؟ انتخاب کن. خیلی خوب، یه مدت تحمل میکنیم، چاره ای نیست.
وای چه بلایی سرمون اومد. ظاهرن از این به بعد از این حقوق میگیری دیگه نه؟ منم دنبال کار میکردم، یه جایی کار پیدا میکنم، بعدش میریم دنبال خونه و خونه میگیریم، چاره نیست. یاسین اجه خانم، تو چی داری میگی زیر لب ها؟ من چیزی نگفتم مامان، حالا که شما اینجوری تصمیم گرفتین قبوله، من حرف دیگه ای ندارم. من برم مدرسه، خیلی دیرم شده. نارین جون، غذای امروز طبق سلیقه مامانم درست. چشم سلین خانم، درست میکنم، نوش جونتون باشه. نرمین جون، قبل از اینکه مهمونمون برن اتاق وجب به وجب بگرد، نمیخوام یه هم مثل قبل سورپرایز شم. دخترا بدبخت شدیم، بدبخت شدیم، اگه بدونی چه بلایی سرمون اومده. ببینم چی به سرتون اومده، نکنه خصوصیه بین خودتونه ها؟ نه چیزه سلین خانم، من یه چیزی از فضیلت خانم شنیدم، نمیدونم تا چه حد درست باشه. چی شنیدی؟ انگار قرار شبانه روزی اینجا بمونن. بله، پس یعنی وضعیتش هیچ تغییری نکرده. متوجه. بله خیلی ازتون ممنونم. با توجه به آشنایی قدیمیمون یه خواهشی ازتون داشتم. میخواستم خواهش کنم وقتی به هوش اومدن قبل از هر کسی به من اطلاع بدین، این برای من خیلی مهمه. یه فامیلی داره، میخوام وقتی کریم خانم به هوش اومدن قبل از فامیلشون من خبردار بشم. خیلی ممنونم، این لطفتون رو فراموش نمی کنم. روز بخیر جناب دکتر. دیر کردم آقا یابوس؟ نه اصلا خیلی هم دیر نیست. سردال میخوام یه وظیفه خیلی مهم بهت بدم. باید بین خودمون بمونه. متوجهی؟ چشم قربان. هرچی شما بفرمایید. کریمه ییلدیز. میخوام بدونم این زنه کیه، کجا زندگی میکنه و چه ارتباطی با پدرم داره. خلاصه میخوام همه چیزو در مورد کریمه ییلدیز بدونم، باشه؟ ولی پدرم نباید خبر بده. چشم آقا. خیالتون راحت باشه. خوبه. با هم در تماس. چشم. بابا اون زنه دروغ میگه نه؟ چی شده سلین؟ بگو که زنه داره دروغ میگه، تو رو خدا بابا. کدوم زن؟ چی میگی دخترم؟ سلام کاظم خان. خوب اینجا دیگه خونه ما هم هست. خوشحال شدم، خیلی ازتون ممنونم. بابا دیدی چی گفت؟ میگه اینجا خونمونه، چطور تونستی بذاری اینا اینجا بمونن؟ بابا اینا کیان آخه؟ چرا باید اینجا بمونن؟ اینجا خونه منه، هر کیو بخوام قبول میکنم، هر کیو نخوام بیرون. بهتره دست از سر این دختره هم برداری. دست از سرش بردارم؟ باشه چشم، هرچی شما بگی. دست از سرش برمیدارم، میسپرم به یه نفر دیگه. الو الو یاسین، فکر کردم شاید بخوای آدرس جدید نامزد تو بدونی. تو داری چی میگی؟ نامزدت از این به بعد اینجا زندگی میکنه، یعنی تو خونه ما پیش برادرم. ببینم تو خونه جدیدت زندگی میکنی یا اینجا. نیل خانم سلام عزیزم، حتما اومدین سلین خانم رو ببینین. آره میخوام راجع به یه چیزی با سلین حرف بزنم، خیلی مهمه. نه نه نیازی نیست، من خودم میرم. در ضمنی میخواد پذیرایی کنی و مزاحممون بشی. خدافظ. هرچی شما بگین. چرا اینجوری شدم؟
گوشم با توه. یه چیزی هست که باید بدی. روش خوبیه یاسمین، روش خیلی خوبیه. بله الان رفتن تو خونه. دیشب هم از همین مسیر برگشتیم. آدرسشو برام بفرست، الان دارم میام. چشم، الان براتون میفرستم. تو جای مناسب، تو زمان مناسب عشقم. اگه بخوایم نمیتونی فراموشم کنی. کنیم چجوری اینجا بمونیم؟ سینان کجایی تو؟ دارم میام خونه. تو که نرفتی نه؟ خونه ای؟ نه هنوز خونه. باشه دارم میام خونه. باید حرف بزنیم سینان. میدونم خزان، حرف میزنیم، کلی حرف داریم که بزنیم. چند دقیقه دیگه میرسم. ببینیم خوشحال میشی یا مثل من شوکه میشی. بگو سینا. کجایی داداش؟ یه کار کوچیک داشتم، دارم میرم خونه. چی شده؟ بیا وینا. خیلی خوب، شب میام دیگه. داداش الان بیا. چی شده؟ بابا طوری شده؟ باید با تو و خزان در مورد یه چیزی حرف بزنم داداش. با من و خزان حرف بزنم؟ چی شده سینا؟ در مورد چی میخوای حرف بزنم؟ در مورد اولین چیزی که به ذهنت میرسه. قضیه هتل. من از قبل حد زده بودم آقا سینا. باشه حرف بزن. چی کار کردی سینا؟ چی کار کردی تو؟